کدوم گزینه درباره مقایسه واکنش‌های چرخه کالوین با چرخه کرپس در یاخته نگهبان روزنه گیاه زیتون درسته؟ حواستون باشه سلول نگهبان روزنه جزء سلولایی هستند که توی گیاه میتونن فتوسنتز انجام بدن. میگه توی چرخه کالوین، ببینید بچه ها، اول کار ما نمیایم همانند و برخلاف رو در نظر بگیریم. میگه در چرخه کالوین مولکول‌های حامل الکترون‌های پر انرژی، یعنی با چی کار داره؟ NADPH. خب حالا الکترون‌های خود را به ترکیبات سه‌کربونه یک فسفاته می‌دهند. خب NADPH زمانی که تبدیل میشه به NADP مثبت و الکترون ازش آزاد میشه، الکترونش به یک ترکیب سه کربونه اهدا میشه و اونو احیا میکنه و تبدیلش میکنه به قند. پس تا اینجای کار درسته و اون ترکیبم سه کربونه یک فسفات است که میشه اسید سه کربونه. تا اینجا درسته. اما حالا بریم همانند بودنشو در بیاریم. میگه همانند چرخه کرپس. توی چرخه کرپس مولکول حامل الکترون تازه ساخته میشه، اصلا مصرف نمیشه که الکترونشو به جایی بده. چرا؟ میگیم NADH و FADH2 که مولکولهای پر انرژی هن تازه ساخته میشن، مصرف نمیشن. پس هماننده خرابش کرد، باید مصرف بشن دیگه که الکترونشونو بتونن بدن به کسی. حالا میگه با انتقال فسفات در چرخه کالوین، با انتقال فسفات از نوعی نوکلئوتید پر انرژی به نوعی ترکیب عالی، نوعی ترکیب قندی به وجود میاد. نگاه کن، دقیقا همین اسیده هست اینجا. زمانی که این میگه فسفات فلان، انتقال فسفات نوکلئوتید پر انرژی، منظورش ATPه. اگر درست در نظر بگیریم ATP شکسته میشه به ADP و فسفات به اینجا میرسه و این ترکیبه رو این ریختیش میکنه، دو فسفات. پس چه اتفاقی افتاد؟ الان عملا میگیم که انتقال فسفات از نوکلئوتید پر انرژی به ترکیب عالی، یه ترکیب قندی به وجود میاد، اسید سه کربونه تبدیل به قند سه کربونه میشه. حالا ببینیم آیا این فرآیند تو چرخه کرپس هم اتفاق میفته؟ آیا تو چرخه کرپس ATP فسفات میده به کسی؟ اصلا توی چرخه کرپس، توی چرخه کرپس آیا ATP شکسته میشه که ازش فسفات یازاد بشه؟ خیر، توی فرآیند کرپس این اتفاق نمیفته. پس گزینه دو نادرسته. حالا سه میگه که برخلاف، حالا من اصلا کاری با برخلافش ندارم، میگه واکنش ها در محل قرارگیری مولکول دی ان ای حلقوی، یعنی توی کجا؟ تو چرخه کالوین. میگه واکنش ها در محل قرارگیری مولکول دی ان ای حلقوی، یعنی استروما، به کمک آنزیما انجام میشه. خب اوکی، توی استروماشون داره این کار صورت میگیره. حالا میگه برخلاف چرخه کرپس، میگه یعنی چرخه کرپس تو استروما نباشه، تو استروما میتوکندری نباشه. میگیم غلطه، هر جفتشون همانند همین اتفاق براشون میفته. گزینه چهار میگه برخلافش، که حالا کاری باش ندارم، میگه در اولین مرحله ترکیب شش کربونه دو فسفاته تولید میشه. میگیم همانندش ترکیب شش کربونه تولید میشه، خب اما دو فسفات بودنش فقط واسه چرخه کالوینه. پس تا اینجای کارم میگیم همه چی درسته. پس میگه در اولین مرحله چرخه کالوین، خب در اولین مرحله چرخه کالوین ترکیب شش کربونه دو فسفات تولید میشه، درسته، میشه مولکول شش کربونه دو فسفات ناپایدار. حالا و میگه بلافاصله هم تجزیه میشه، راست میگه، بلافاصله هم تجزیه میشه. حالا تو چرخه کرپس هم مولکول شش کربونه تولید میشه، اما شش کربونه دو فسفاته نیست. قبوله؟ میگیم که یه مولکول چهار کربونه به اضافه یه دو کربن میشه که از استیل کوانزیمه اومده بود بهش وصل شده بود، میشه شش کربونه، اما فسفات نداره.
پس گزینه 4 گزینه کاملا صحیحیه و انتخابش میکنیم.